سلام به همه دوستان و همراهان عزیز چنل ایران اسپورت. امروز با شما این با گزارش یه مسابقه خیلی خیلی رایج و مهم برای ورزش کشورمون، مسابقه بین امیر علی اکبری، چهره‌ای که الان در تصویر می‌بینید، پررو قرنیه‌نشی وارد میدون میشه در برابر مارو چریلی، فایتر پرآوازه ایتالیایی در سری مسابقات وان چمپیونشیپ، مسابقه ای که الان داریم با هم تماشا میکنیم. یه مسابقه خیلی خیلی مهم برای کل کریر ورزشی امیر علی اکبری خواهد بود، اگر که امیر بتونه از پس این مارو چریلی بد بدن بر بیاد، خیلی 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 قدم بزرگی رو برداشته برای کسب تایتل سازمان وان چمپیونشیپ. خب دو فایتر با هم دست میدن، مسابقه شروع میشه. بریم سراغ گزارش این مسابقه. در حالت ایستاده دو تا فایتر فاصله شون رو از هم دیگه حفظ میکنن. چریلی خورده نروستر به نظر میاد، یه خورده بیشتر ترسیده شاید، ولی امیر هم حالا تا این لحظه سعی کرده جانب احتیاط رو نگه داره. یه لوکیک میزنه و یه رایت هوک میخوره. مرسی امیر، رایت هوک خوبی زد. چهلی اومد یه لفت هوک دیگه خوب داره. امیر داره خیلی هوشمندانه مبارزه میکنه. یه لوکیک دیگه از چهلی، یه لفت هوکی که نشست، یه لفت هوک که نشست، داره مشتای خوبی میزنه امیر. مرسی. یه اوبرهند چهلی ویل داره اون وسط که نخورد. مرسی. جپانچ خیلی خوب داره توی ایستاده این مسابقه پیش میره. مرسی. یه لپوک دیگه خوب داره میزنه امیر، خوب داره میزنه. یه اوبرهند راست، یه اوبرهند راست از امیر. چهلی یه خورده حساب کار داره دستش میاد. اول کار ترسیده بود، الان به نظر بیشتر ترسیده. خیلی خوب امیر میرسه به پشت حریف. اینجا جایی که امیر میتونه حسابی خسته کنه چریلی رو. توی کشتی چریلی هیچ رقمه، هیچ حرفی در مقابل قهرمان جهان نخواهد داشت، ولی قدرت بدنی فوق‌العاده‌ای داره چریلی. فکر کن امیر قهرمان جهان، قهرمان کشتی دنیا از پشت گرفتش، ولی تا این لحظه خاک نشده. قدرت بدنی فوق‌العاده‌ای داره چریلی، ولی خاکش میکنه. تیک داون رو انجام میده، خوب داره میزنه، امتیازهای خوبی هم داره، توی پوزیشن خیلی خوبیه. الان امیر هم خوب میتونه خسته کنه چریلی رو و هم مشتای خودش رو. روانه سر و صورت مارو چریلی رو کنه، یه تیکدان دیگه. مرسی امیر. امیر خیلی خوب داره فایت میکنه، خیلی سر حاله. این از اون روزاست که بعید امیر علی اکبری شکست بخوره. همچنان پشت و حریف رو سفت چسبیده و دوباره میخواد یه تکتان دیگه از چریلی بگیره. چریلی قدرت بدنی واقعا بالایی داره، خوب وایستاده. اجازه کار به امیر رو در این لحظات به درستی نمیده. چسبیده به اکتاگان. و مرسی، مرسی. چقدر قشنگ زدش زمین، چقدر قشنگ زدش زمین. و مشتای محکمی که داره از بغل به سر و صورت چریلی میزنه. مرسی. پوزیشن گارد عوض شد، این پوزیشن استثنایی الان برای امیر. داره کروسفیکس رو جمع و جور میکنه، کروسفیکس رو جمع و جور کنه تمومه، کروسفیکس رو جمع و جور کنه تمومه. جمع و جور کرد، داره جمع و جورش میکنه، داره جمع و جورش میکنه. مرسی امیر، همین رو ادامه بده.
همینو ادامه بده. بله کروسفیکس رو جمع جور کرد، کروسفیکس رو جمع جور کرد. حالا ماوروچلینی هر چقدر تقلا کنه فایده نداره، مشتای خوبی داره میزنه، یه کمی ریز داره میزنه. مرسی البو رفت سراغ آرنج، اگه بتونه مرسی چه آرنجای خوبی داره میزنه، همینجوری ادامه بده داور میتونه تموم بکنه حتی فایتو. چلی داره تا اونجایی که میتونه تقلا میکنه. همین کروسفیکس رو خیلی خوب دست گرفته، این پوزیشن عالیه، تمومش کن. همین آرنجای محکمتری اگه بزنه تمومه. حالا از قفس داره کمک میگیره چلیلی. چی کار کرد با سر صورت چلیلی؟ بزن، مشتای خیلی خوبی داره میزنه. این راند رو بلا منازع برده، حتی اگر الان ناک اوت نکنه چلیلی رو خوب داره میزنه. یه کمی تایمش کمه، چلیلی شانس آورده که آخر رانده بزنه آرنجاشو تموم میکنه داور. آرنجای خوبی داره میزنه، میتونه داور تموم کنه، میتونه تموم کنه. تموم چرا تموم نمیکنه؟ آرنجای خیلی خوبی داره میزنه، رسما کتلت کرد چلیلی رو. حیف شد که ناک اوت نشد چلیلی. خیلی خوب زدش، عجب راندی بود. استثنایی فایت کرد امیر علی اکبر. چه فنی زد اینجا، چه فنی زد، خیلی قشنگ خوابونش. این لحظه تاثیرگذار بود، این لحظه که پوزیشن گارد عوض شد و اومد توی فول گارد و به خوبی بعدش رفت برای کروسفیکس. اینجا خیلی هوشمندانه کار کرد امیر و عالی بود. حالا علی استکی داره نکات لازم رو به امیر میگه. امیر به نظر سرحال میاد، پر رو وارده راند دوم میشه امیر. ولی چلیلی با سر و صورت خونی و کتلت شده راند دوم رو شروع میکنه. امیدواریم راند دوم رو هم مثل راند اول پرقدرت هوشمندانه جلو ببره و این ماوروچلینی بچه پر رو بشونه سر جای خودش. یک کمی دارن فکر میکنم نفس میگیرن دو تا فایتر. راند اول خیلی نفس گیر بود، تو سنگین وزن بچه ها، تو سنگین وزن یه همچین راندی واقعا نفس فایتر ها رو همه جوره میگیره و به خصوص که امیر تو قضیه نفس خیلی هم خوب نیست. ولی امیدواریم که براش مشکلی پیش نیاد. راند اول خیلی زد، مرسی. حالا خطرناک دانشونه چلیلی، ولی یه لفوک خوب امیر زد، یه اوبرهند جا خالی داد. مرسی، اوبرهند وحشتناکی بود، اوبرهند وحشتناکی بود. حالا محافظ دهان دندان امیر میفته بیرون، یه خورده داره گیج میزنه. این لحظه کمی خطرناک بود، امیدوارم که یه فیلم بوده باشه که چلیلی رو گول بزنه. یه لفو که دیگه داره چلیلی خورده داره خطرناک نشون میده، باید جریان فایت رو امیر عوض کنه. یه اوبرهند خوب میزنه امیر، چلیلی اوبرهند های بدی میزنه، باید جریان فایت رو امیر عوض کنه تو این لحظات، چون یه خورده انگار چلیلی داره خوشنفستر نشون میده. البته اونم یه خورده لق میزنه. مرسی، این لحظه تاثیرگذار بود، یه دخم سر رو تمومه، کار آقای چلیلی تموم شد. من بهتون قول میدم کار آقای چلیلی در این لحظه تموم شد. توی پوزیشن فولگارد راند اول رو هم حسابی زدی، الان هم راند دوم اومدی رو حریفت تو پوزیشن فولگارد. چلیلی خیلی بعیده که بتونه
از چنگ امیرعلی اکبری فرار کنه. شیدی خسته است، حالا پای امیر رو درگیر کرده. اگه امیر بتونه پاش رو رها کنه و دوباره مایه کروسفیکس رو دست بگیره که دیگه قطعا تمومه. ولی همین الان هم انقدی امیر امتیاز گرفته که دوتا پایکر هم انقدر خستن که حتی اگه همین الان ناک اوت نکنه با دیسیژن فایت رو میبره، ولی ناک اوت میکنه. اینجوری که امیر داره فایت میکنه ناک اوت خواهد کرد. اگه بتونه پاشو در بیاره خیلی خوب میشه. پاشو قفل کرده چرینی، ولی یه لحظه میتونست تو این لحظه پاشو در بیاره. ولی این پوزیشنی نیست که چرینی بتونه دستش در بره. آرنجو گذاشته محکم، آرنجو چه آرنجایی داره میزنه. مرسی امیر، چقدر تو خوب فایت کردی پسر. مرسی، همچنان داره میزنه. این پا رو کاش بتونه زودتر در بیاره، ولی تو همین حالت با پای درگیرم یه نیمچه کروسفیکسی دستش هست و داره خوب میزنه. دیگه باید داور تموم کنه. واقعا چرینی نای ادامه دادن نداره، داره تقلای علکی میکنه. امیدوارم که زودتر داور آخر شیطون پیاده بشه و به این چرینی رفت کنه. بله تموم میکنه. سر و صورت چرینی اومد پایین تا داور فایت رو تموم بکنه. علی استکی در آغوش میگیره امیر علی اکبری رو. چه فایتی کرد بچه ها. امیر خیلی فایتر خوبیه، ولی توی این مسابقه به نظر من بهترین نمایش امیر علی اکبری توی دوران حرفه‌ایش بود. چون چرینی اصلا فایتر دست و پا بسته نیست. با هم خوشبش هم میکنن، دوباره میره در آغوش علی استکی. اصلا چرینی فایتر دست و پا بسته نیست. من خودم خیلی نگران این فایت بودم. خب بریم مصاحبه امیر رو با هم ببینیم. میگه امشب امیر علی اکبری که دنیا باید میدید و این بود. شکرم لله. The king is back. The king is ready for belt. I'm coming. This is the new امیر علی اکبری. Now you told me that you wanted to wrestle. You wanted to showcase that world class pedigree that brought you to one championship. Did you were you surprised by anything in there? گفتی که میخوام کشتیم و اون کشتی لول جهانیمو بیارم توی وان چمپیونشیپ. چیز دیگه ای هست که بخوای بقیه رو باش سورپرایز کنی؟ فعلا برنامه همین. For the time being the plan is to continue the same pace. Yeah, it was a great pace. You really started to put aggressive wrestling on him. You were known for your striking. You got a lot of first round knockouts, but you really wanted to grapple. Was that the game plan going in against a boxer like Cirilli? با کشتی خیلی خوبی شروع کردی، استرایکینگت خیلی عالی بود، ولی با گرپلینگ ادامه دادی. این برنامه‌ت همین بود یا جوری پیش اومد؟ من تو این یه سال خیلی تمرین کردم، هم روی بوکس و هم روی کشتی، و فکر می‌کنم پلن کشتی و بوکس بهترین پلن ام‌ام‌ای. In the past one year I've been training very hard on wrestling and striking, and I think this combination is the best for MMA. At least well, your training definitely showed here tonight. Now I gotta ask, the heavyweight division is on fire right now in one championship. What's next for Amir Ali Akbari? الان که heavyweight انقدر هیجانش رفته بالا، بعدی برای علی اکبری کیه؟ من میخوام برگردم و گذشتمو درست کنم. Yo Chatty, one championship. Give me one kanji one. I want it back and kill you everybody. Give me kanji one and after kanji one, Malachin, are you ready? I'm coming! Yeah! Ladies and gentlemen,
make some noise for your winner, Amir Aliakbari! It is a fine line between perhaps hanging it up and calling... خب بچه همونجور که دیدین آخرش یه کوری باحال هم برای مالیخین خوند. امیدواریم همه همون لحظه شماری میکنیم برای لحظه انتقام امیر علی اکبری از مالیخین. مسابقه ای که بین امیر علی اکبری و مالیخین برگزار شد و مالیخین تونست امیر رو شکست بده، یه خاطره بد توی ذهن هممون گذاشته. این خاطره بد فقط و فقط با انتقام از بین میره. لحظه شماری میکنیم، من به شخصه که لحظه شماری میکنم واسه اون لحظه که امیر علی اکبری ناک اوت کنه مالیخین رو. با دیسیژن هم نه، باید ناک اوتش کنه تا اون انتقام حسابی بچسبه. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. بچه ها سابسکرایب چنل ما رو فراموش نکنید. ما هر شب تو حوزه MMA و کشتی برنامه داریم. اگرم که با این فایت استثنایی حال کردین حتما لایک این ویدیو رو فراموش نکنید. مخلص همگی، خدا نگهدار.